دوستان گرامی من و یاران همراهم، شادی، مهرورزی، خوشکامی، دو یار و یاور همراهتان در سراسر زندگی باشند. عشق و الفت و مهر و دوست داشتن رو با دوست و دشمن تقسیم کنید. دوستانتون رو در شادی هاتون شریک نمایید، اما دشمنان را هم با مروت و عطوفت به دوست تبدیل نمایید. زندگی را به آسانی و خوشبختی با همه یاران و یاوران و دوستان و دشمنان به سر ببرید. هرگز عیش و عشرت و خوشکامی را از دست ندهید. دوستان عزیزم، 11 برنامه از قصه عباس میرزا و ترکمان چای رو براتون تعریف خواهم کرد. مژده کن در پیکر افسرده ایران، باز جان آید، امید آید، توان آید، باز در باغ ز تاراج دی آزرده، بلبل آید، لاله آید، ارغوان آید، آفریدون آید و ضحاک تازی را در دهان پرشرار کوه کور سازد زاتش و گوگرد، خیلی اهریمن براندازد، طرفه طرح نو در اندازد، پهلوانی با درفش کاویان آید، آفریدون آید و ایران ویران را مأمن آزادگان سازد، بر فراز خانه ما میهن ما باز پرچم ایران سرافرازد، شیر با شمشیر و با خورشید باز در عالم برافرازد. بله دوستان عزیز من، قصه بسیار طولانی و پیش در پیچی است، اما چاره جز این نداریم که این قصه رو تحمل کنید و بشنوید و بدانید که مردم ایران در آن روزگار چه وضع ناملایمی داشتند و حاکمانش چگونه می اندیشیدن. براتون باید تعریف کنم که بالاخره جناب عباس میرزا از دهقانقان بیرون آمد و به سوی اردبیل راه افتاد. در آنجا در روز 27 ژانویه او به سوی تهران برای این می رفت که بتواند شاید مسائل رو با پدرش فتح علی شاه بالاخره حل و فصل کند و خودش رو از این تنگنا نجات بدهد. اما در آن روزگاران شهر اردبیل که در کنار یکی از رودهای تابع رود ارس واقع شده به دست روس‌ها افتاده بود.
روزها نه تنها شهر رو اشغال کردند، بلکه اولین اقدامی که نمودن معادن مس اردبیل رو که یکی از معادن سرشار ایران بود و در آن روزگاران ایرانی ها برای نیازمندی های نظامیشان به آن بسیار اهمیت می دادند، اشغال کردند و تمام محصولات آن رو یک جا به سوی روسیه می فرستادند و ایران رو محروم کردند از هر گونه اقدامی در آن معادن. در آنجا عباس میرزا به دستیاری مهندسان اروپایی قلعه اون شهر رو ساخته بود که به گفته بسیاری از سران ارتش روسیه برتری های بسیاری بر قلاع دیگر ایران داشت. گذشته از همه آن، در آن قلعه‌ای که در کنار اردبیل به وجود آورده بودند، علوفه، خاربار، تجهیزات نظامی فراوان از قبل ذخیره شده بود. از 27 توپی که در آنجا بود، 4 توپش رو سابقا در لنکران از روس‌ها گرفته بودند و به آنجا آورده بودند، روس‌ها بلافاصله آن رو به کشور خودشون برگردوندن. لوازم توپخانه هم در آنجا فراوان بود. با همه این برتری ها دفاع از آن شهر برای لشکریان ایران بسیار دشوار بود. پسران عباس میرزا که فرمانده پادگان این شهر بودند، مردی ایتالیایی را به نام برنارد واداشتند که فرمانده توپخانه آنجا باشد. آنها شایستی که این کار را نداشتند. ناتوانی ایشان دلیل کاملی بود برای آنکه نمی توانستند از آن شهر حفاظت کنند. مردم شهر که زادگاهشان در دوره قاجارها از آن رونق و شکوه دوره صفوی افتاده بود و در حوادث پس از انقراض صفوی آسیب و آزار بسیار دیده بود، کینه سختی رو نسبت به قاجارها داشتند. به همین جهت پیروزمندی های روس‌ها ایشان را به کلی مرعوب کرده بود. سازگاری مردم شهر و به خصوص روحانیون شیعه نسبت به لشکریان روسیه چنان بود که آنها به دستور فرمانده لشکر کتاب‌های خطی بقعه شیخ صفی الدین رو بار کردند و به ماوراء قفقاز بردند و مردم شهر فقط تماشا کردند، هرگز پرخاشی نکردند. فرمانده سپاه به فرمان پاسکویچ سرهنگ سنیاوین رو به حکمرانی اردبیل گماشت و اردبیل شد جزئی از کشور روسیه. یک شورای اداری هم تشکیل دادند که نمایندگان روحانیون و مردم شهر در آن عضو بودند و فرمانده می‌دانست که دسته ای از سپاهیان ایران شامل 1000 تن به فرماندهی میر حسن خان در سرزمین تالش
حضور پیدا کردند. آنها دو توپ دارند. او از باسکویچ اجازه خواست که از راه تنگه های مجاور قسمتی از جبهه چپ لشکریان خودش رو با اونجا بفرستد تا آنجا را هم در تسخیر خود بگیرند. از طرفی بامداد روز 13 فوریه یک قافله در برابر پیشاهنگان لشکر روزن روسی ایستاد که حامل 24 میلیون روبل اسناد و 3 کرور سکه طلا بود. اندکی پس از آن سروان و خورسکی به پاسکویچ خبر داد که 2 کرور دیگر را هم ظاهراً از قزوین فرستادند. عباس میرزا نیز به او آگاهی داد که به دستور شاه به زودی خود به تبریز خواهد آمد تا بنابر طرحی که در ده خارقان ریخته بودند صلح را برقرار کنند. این سروان و خورسکی که در تهران توانسته بود درباره خزانه شاه اطلاعاتی به دست بیاورد به پاسکویچ اطمینان می‌داد که بیش از 11 کرور طلا و نقره یعنی معادل 20 میلیون روبل در خزانه شاه بیشتر نیست. بدین گونه بیهوده بود بیش از آن بخواهند. اگر هم شاه میخواست بیشتر از آن بپردازد میبایستی جواهرات خزانه خود را با طلا و نقره عوض کند و این معاوضه به دشواری بسیار برمیخورد و مدت آن نامحدود میشد. پس مسلم شده بود که روزها پیش از 10 کرون نمیتوانستند از ایرانیان بگیرند. این مبلغ در آن موقع معادل 70 میلیون روبل اسنادی بود. عباس میرزا از تهران برای رفتن به تبریز رهسپار شد. باسکویچ مأمور مخصوصی را فرستاد که وی را به ترکمانچای که ده بسیار بزرگی به فاصله 42 کیلومتری از میانه بود به آنجا هدایت کند و در آنجا اجتماع کنند و امضای عهدنامه صلح رو در آنجا انجام بدهند. سبب انتخاب این محل آن بود که برای تهیه خاربار و آذوقه لشکریان روسیه که به میانه می‌رفتند بسیار مناسب بود. وانگهی می‌خواست در ضمن گفتگو از شاهزاده دور نباشد تا آن که در هر موقع آماده حرکت به سوی تهران باشد. و چنان می نمود که عباس میرزا و ماموران انگلستان که طرفداران سرسخت عباس میرزا بودند به این نکته پی برده بودند که این محل رو باسکویچ برای آن انتخاب کرده است که به سرعت بتواند اگر موفق به انجام نظریاتش نشد به تهران برود. در حالی که آنها کوشش می‌کردند در جایی که از تهران بسیار دور باشد اجتماع کنند. اگر در تبریز نباشد لااقل در اطراف آن شهر جایی را در نظر بگیرند. اما خبر رسیدن کرورها و اعاده گفتگو در ترکمانچای و در تبریز برای مردم بسیار ناگوار بود، زیرا که اکثریت سران قبایل و روحانیون درجه اول آشکارا مجذوب سیاست روس‌ها شده بودند، چنان که بسیاری از ایشان خودشون رو
ناگزیر می‌دیدند و علاقمند بودند که به قلمرو روسیه پناه ببرند. از آن جمله میر فتاح مجتهد معروف بود که می‌خواست از انتقام قاجارها فرار بکند. باسکویچ در یادداشت‌های روزانه خودش درباره آن روزگار چنین نوشته است: ما آرامش تمام ناحیه‌مان را بیشتر مدیون این روحانی مشهور میرفتاح هستیم، زیرا او در اینجا به واسطه پرهیزکاری بسیار و زندگی منزه و نفوذ بسیاری که در بین مردم دارد، هرچه ما برای همراهی های وی پاداش بدهیم کافی نخواهد بود. اما مسلم این است که او نمیتواند در اینجا بماند. او بایستی به ولایات دیگر مسلمان نشین ما کوچ کند. هنگامی که باسکویچ عازم ترکمان چای بود، یکی از ستوانهای گارد سوار او رو مأمور شد که کلیدهای قلعه اردبیل رو نزد امپراتور بفرستد و گزارشی درباره اجتماع در ترکمان چای و گرفتن اردبیل به پادشاه بدهد. سرتیپ سولستن وسائل را آماده کرده بود که پذیرایی باشکوهی بکند، زیرا که استخوان‌های اسیران روسی را که در 1828 میلادی کشته شده بودند و تا آن روز دو تل و دو توده بسیار بزرگ تشکیل می‌دادند، توانستند به خاک بسپارند و بعد هم چلیپای بسیار بزرگی بر فراز آن خاک بگذارند. اجالتاً با وجود اجتماع در ترکمان چای، دسته مهندس جبهه چپ همچنان راه اردبیل به میانه را باز می‌کرد. روز 17 فوریه است، یعنی اول شعبان، در سر راه ترکمان چای پاسکویچ دکتر منیل انگلیسی رو دید که عباس میرزا را از تهران فرستاده بود تا او را وادار کند حتی المقدور در جایی که دورتر از میانه باشد اجتماع کنند. پاسکویچ در گفتگو با این کارگزار انگلیسی که تا این اندازه کارآمد بود، یقین کرد که انگلیس ها کاملا در اندیشه شاه توانستند رخنه کنند، بنابراین نباید به هیچ قیمتی از نفوذ انگلیس ها بی بهره بماند، زیرا که در زیر نفوذ انگلیس ها شاه با همه تقاضاهای روسیه موافقت میکرد. و بالاخره عباس میرزا دوباره شخص مهمی میشد. باسکویچ در یادداشت‌های روزانه خودش نوشته است که میپندارم که میخواهند پیشنهادهای تازه‌ای به من بکنند. گذشته از عباس میرزا و میرزا ابوالحسن خان، رئیس خواجه سرایان منوچهر خان نیز که در ضمن خزانه‌دار شاه هست و نفوذ بسیار بر او دارد، در گفتگوهای ما شرکت خواهد کرد، هرچند که هیچ مأموریت رسمی ندارد، اما او را فرستادند تا مراقب عباس میرزا باشد. با آن که منتهای احترام را به او می کند، این مدلل می دارد که هنوز مصمم نیستند شرایط صلحی را که پیش از وقت معین شده امضا کنند و امیدوارند که باز هم با گفتگو و دفع الوقت امتیازهای تازه‌ای بگیرند.
اما من تصمیم دارم که هرگز چنین اجازه‌ای به آنها ندهم. چون در دهقارغان در موقع قطع مذاکره گفتم که آقایان نمایندگان، اگر مایل به اعاده جنگ نیستند، بیدرنگ پول رو بفرستند و سپس بیایند بی گفتگو عهدنامه صلح رو امضا کنند. اگر کمترین تغییری رو بپذیرم، به ایشان یقیناً وسیله خواهم داد که قرارداد قطعی رو باز هم به تأخیر بیندازند. و این خطر هست که کار در مجرای بیفتد که کاملاً آینده‌اش نامعلوم باشد. بله. گفتگوها همچنان بی نتیجه ادامه دارد. درباره سرحدها گفته شده است با حدودی که میرزا ابوالحسن خان و وزیر مختار انگلستان با هم موافقت بکنند، من هم موافقت خواهم کرد. پس باید منتظر اقدام دیگری در این زمینه باشم. انتصاب کنسول‌های ما در جاهای مختلف شاه را سخت پریشان کرده. از نفوذی که ممکن است ما به دست بیاوریم اصلا می‌ترسد و با این انتصاب‌ها موافقت نخواهد کرد، مگر به سبب آن که ممکن نیست شرایط دیگری به دست بیاورد. زیرا ما علاقمندیم که کنسول‌های ما در بسیاری از شهرهای ایران دارای اختیارات لازم باشند تا بتوانند آنچه را که می‌خواهیم عمل کنند. درباره پرداخت پول، مکنل انگلیسی گفته است که چون این کار یک سر تمام شده و در گفتگو با کارگزاران ایران وارد هیچ جزئیاتی نشده ایم، ایشان هم از سوی خود از هر ایرادی خودداری کرده اند. همین سکوت نشان می دهد که اندیشه حقیقی خودشان را پنهان می کنند و باید منتظر اقدامی از جانب ایشان باشم که نمی دانم چی هست. و نیز شنیدم که گفتند عباس میرزا مایل است مبلغ مقرر را کم کنند، اما من معتقد به همان قرارداد نخستین هستم. از آن چی که گذشت چنین برمی آید که نفوذ انگلستان از برخی گفتارهای مربوط به آن چی می گویند اراده و تصمیم شاه هست اغلب آشکارا کشف می شود که آنچه را انگلستان می خواهد قابلیت عمل دارد. مثلا مانند این جمله‌ای که نسبت می دهند شاه می ترسد نفوذ کنسول‌های روسیه در ایران توسعه یابد. سابقا هم در زمان فرمانده پرمولف، عباس میرزا به تحریک انگلیس‌ها با انتصاب ایشان در شهرهای مرزی مانع بود. بیقیدی کامل شاه نسبت به دعاوی ارضی اکنون روشن بود، زیرا شاه اصلا اهمیت نمیداد که در ایران چه اراضی و چه شهرها و چه ایالاتی رو ما در اختیار گرفته ایم. اصلا شاه به این مسائل اهمیت نمیداد. همچنان که کوشش انگلیس ها برای جلوگیری از توسعه متصرفات روسیه در ایران واضح بود، پاسکویچ جدن معتقد بود که اگر کشمکش با انگلیس ها تا اندازه ممکن بود تا وقتی که خاندان قاجار سر کار بود، ریشه‌کن کردن نفوذ ایشان در ایران بسیار کار دشواری می باشد. پاسکویچ در یادداشت های روزانه اش نوشته است که ما نمی توانیم نفوذی را که انگلیس ها در اینجا دارند و میلیون ها در این زمینه خرج می کنند داشته باشیم. و از قرائن برمی آید که تقریبا همه مشاورین و وزرای دربار فتحعلی شاه سر و سری با سفارت انگلستان داشتند و روزها در آن زمان ایشان را مزدور انگلستان می دانستند. عباس میرزا
پس از شکستی که از روزها خورده بود، در ضمن آن که مایل بود پشتیبانی ولیعهدی و پادشاهی او روزها باشند، از انگلیس ها نیز این توقع را داشت و سرانجام چنان که در صحیفه 81 گذشت، جورج سوم پادشاه انگلستان در نامه خطاب به عباس میرزا این سمت را برای وی شناخته بود. در جنگ دوم شکست های وی سخت تر و جانکاه تر از ناکامی های جنگ اول شد. به این جهت دیگر امیدی از جانب روزها نداشت و سرسپرده دسیس های انگلستان شد و یک سره باید گفت که در دامان انگلستان فرو افتاده بود. اما تردیدی نیست که در آن زمان یگان مرد کارآمد و تا اندازه هم وطن پرست که در آن دستگاه بود فقط و فقط عباس میرزا بود. به همین جهت بیش از هر کس در ایران متنفذ و نیکنام بود و پس از شکست فاحش روس‌ها و رعبی که مردم ایران در برابر روسیه پیدا کرده بودند، او می‌ترسید نفوذ او از میان برود و چاره را منحصر به کامیابی از سیاست انگلستان برای رهایی خویش می‌دانست. خوب، لابد که شما که به من گوش می‌دید کاملا متوجه هستید که دو قدرت فوق العاده آن روزگار در ایران صاحب نفوذند. یه طرف روس‌ها گرفتن، یه طرف انگلیس‌ها. امروز رو هم نگاه می‌کنید دیگه. روس‌ها سراسر ایران رو در اختیار دارن و انگلستان در کمال زیرکی بر سیاست و مدنیت ایران حاکمیت فراوان دارد و این هر دو دست به دست هم دادن تا ایران را به چنین روز سیاهی بنشانند که امروز می‌بینی. اون روز هم همچنان روس و انگلیس مقابل هم قرار داشتند و منافع خودشون رو حفظ می‌کردند، منتها در لباس دوستی با هم. روز 19 فروردین فوریه یعنی سوم شعبان، عباس میرزا وزیر امور خارجه، ابوالحسن خان و منوچهر خان رئیس خواجه سرایان و خزانه دار وارد ترکمانچای شدند و از همان روز گفتگوها آغاز شد. بیان که مخالف خانی های دهخارقان را روزها اجازه بدهند. پاسکویش اصلا موافقت نداشت درباره حق داشتن کنسول برای روسیه در ایران گفتگو کنند. با این همه انگلیس‌ها به توسط عباس میرزا کوشیدند که نام شهرهایی را که روسیه مایل بود نمایندگانش مأمور آنجا بشوند و در آن شهرها کنسول داشته باشند در عهدنامه قید کنند و امیدوار بودند که بدین وسیله منطقه عملیات روزها رو کاملا محدود نمایند. خب، پاسکویچ البته با این کار موافقت نداشت و سعی میکرد که مانع بشود از اینکه نام آن شهرها در قرارداد نوشته بشود. اما این نکته همواره یکی از جهات عمده سیاست انگلستان در ایران بود و سالها کوشیدند تا آنکه پس از 79 سال در 1907 میلادی این مقصود دیرین را پیش بردند و
عهدنامه معروفی رو که برای تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ روس در شمال و انگلیس در جنوب و یک منطقه بیطرف در میان آنها بود به دولت تزاری تحمیل کنند، که با این کار انگلستان بزرگترین موفقیت رو به دست آورده بود. در این زمان باسکویی چنان استادان کار رو پیش برد که چون کسی که عهدنامه رو قرائت میکرد وقتی ماده دهم عهدنامه رو خواند هیچ کس ایراد نگرفت. با این همه در این ماده چنین قید کردند که اعلی حضرت شاه، یعنی فتحعلی شاه، همچنان حق انتصاب کنسول ها یا نمایندگان تجارتی را به روس ها می دهد تا در هر جا که سود و نفع آنها باشد حضور آنها را بپذیرند. توجه کردید؟ میگوید که بله، اعلی حضرت فتحعلی شاه موافقت میکند که کنسول های روس در هر کجا که علاقمند هستند و منافعشون اقتضا میکنه و میخواهند که منافعشون رو حفظ کنند، یعنی با مردم ایران سر کار مستقیم داشته باشند، آزادند که در هر کجا میخواهند کنسولگری دایر کنند. خب دوستان من، امیدوارم که با من همراه بمانید و این قصه جانسوز رو یواش یواش با هم دیگه پیش ببریم. روز روزگارتون خوش، تا برنامه بعد.